سلام به خوشگلایی تو خونه محصلای نمونه. شنیدم که کنکورتون رو به تازگی دادی. چطور بود کنکورتون؟ بهم بگین. امیدوارم همه تون رشته‌ای که دلتون میخواد و قبول شده باشین و به هر جایی که آرزوشو دارین برسین، چون میدونم تک تک بچه‌های من واسه خواسته‌هاشون تلاش میکنن. بذارین بریم سراغ ویدیو. اول بهتون میگم چنل رو سابسکرایب کنین، زمین رو بغلش بزنین، اینستاگرام میاد اینجا اگر اینو فالو کنین. این لباسام که من امروز عاشق شدم، ببین بلندشم، ببین خیلی دوستش دارم. نمیدم گل زده بودن، حالت طبیعی نبودن، گفتم چرا این کارو میکنیم، هار میخندیدن. امروز اومدم بهتون یه سری چیزای خصوصی رو نشون بدم، ویدیوهایی که من توی تیک تاک پرایوتشون کردم از موقعی که همون ایران بودم. قدیما گذاشته بودمشون تو تیک تاک، ولی از یه تایمی به بعد همشون پرایوت کردم، نمیخواستم مثلا پخشن و این داستانم مثلا اون موقع، نمیدونم چرا بازم چی بود، ولی در کل اوکی لتس گو. بریم سراغ ویدیوی اول. که دخترم رکسانا جون ناخونای قرمز تیز چی میگفت؟ حالا میگیم اوکی. اون حلقه همیشگی هم که کلی سرش بهم تهمت زدین و نمیدونم این داستان، اون حلقه هم که من خیلی دوست داشتم، خودم خیلی آخرش بدم به خواهرم. لباس گلگلی مو خیلی و خطش مجرد، لباس گلگلی مو خیلی نپسندیدم، ولی خب تو دوران خودش اوکی بود. چقدر دماغم پف داشت، فکر کنم دوستان بلوغ بودن، دوستان بلوغ هم نبودن. دارم عینک میزنم دماغم پف میکنه. آره الان هم عینک بزنم دماغم پف میکنه، چون اینجای لاغری رو میگیره بعد اینو پف میکنه. حالا باید برم عینک بزنم بدم واسه تون بگم. آها یه چیز دیگه اینکه 2x میگرفت، اون موقع مود بود، میدونی اون موقع یه سر مود بود که تو تیک تاک یا مثلا اون موقع اسمش بود میوزیکالی، رو 2x فیلم برداری کنی که به نظر مثلا قشنگ نیست، ولی خب دوره خودشو داشت. دوست دارم از قدیما، خیلی کیت بود و معنیشو خیلی دوست دارم. You wait a couple months and you don't see, never find nobody better than me. میگه چند ماه هم صبر کنی کلا کسی رو نمیتونی ببینی بهتر از من توی زندگیت. اوکی اینو خیلی دوست دارم، اگه رو 2x نبود بهتر بود، ولی دوست داشتم روش قرمز چقدر موقع میزدم. الان کلا خیلی آرایش نود دوست دارم، چقدر آدم ها تغییر میکنن. الان خیلی آرایش نود دوست دارم، ولی اون موقع ها مثلا روش قرمز و اینا زیاد استفاده میکردم. خیلی وقتی که روش قرمز لازم به نظر تو میبار بزنم یه آرایش رو باقل کنم با روش قرمز، نمیدونم حالا تصمیم میگیریم. این بامزه است، چقدر پوستم سفید بود. واقعا پوست سفید رو دوست دارم، ولی برونز رو بیشتر دوست دارم، از نظرم جذاب تر، مثلا بدن رو شیک تر نشون میده کلا از نظر من اینطوریه. ولی خب پوست سفیدم واقعا خیلی قشنگه، از حق نگذره. من اولین باری که رفتم برونز کردم پوستم قرمز شد، یه لایه از پوستم اومد. اصلا نگم واسه چه وضعیتی بود، ولی بعد از دومین بار، سومین بار، چهارمین بار دیگه اوکی شد، رنگ گرفتم، ولی اولین بار قرمز شده بودم یادم. این هم دوست داشتم. مدل مو چقدر مدل موهای مختلف میزدم اون موقع. اگه از اون موقع من رو فالو دارین میدونین که اون موقع من خیلی مدل موهای مختلف میزدم و خیلی حوصله داشتم، چون موهای بلندی هم داشتم، قهوه‌ای بود که خب به نظر من موی قهوه‌ای به هم نمیاد، به اون بهم بیشتر میاد. حالا شما نظرتون رو توی کامنت بگین، از نظر من قهوه‌ای به هم بیشتر میاد، حالا شما هم بگین. چه خنده شیطانی بود، تشدیدی اینجوری بود یا خدا خدا. فکر کنم الان چون باشگاه میرم بدنم یکم فرمش بهتر شده تا اون موقع، ولی باحال بود اینم. کلا از این ویدیوهایی که متن خفن داشت خیلی دوست داشتم یادمه. رژ قرمزم که پای ثابت ویدیوهامونه. Bye.
عزیزم چقدر کوچیک بودم و خدایا حالا میگم کوچیک بودم 20 سالم بود این 4 ساله میشه ولی خدای چقدر تغییر کردم. 20 سالگی من انگار 15 سالم بود الانم 24 سالگی انگار 20 سالم. میدونی چی میگم؟ بابت اینه که تغییراتم مثل یه دختر تینیج مثلا به جوون شده اینطوری. در صورت که اون موقع هم جوون بودم، موقعم 20 سالم بود ولی خب تیپام خیلی تینیج طور بود. این کراسراتی هم خیلی دوستش داشتم تا چند وقت پیش بکنم اینجا بود و فرستادمش ایران. تو موام بلند شه بساتون کلی مدل مونده. موهای کوتاه خودم نمیتونه خیلی روش مانور بده. آره بدنم حالت خام بود میدونی، ورزش رو نمی کردم، بدنم شیپ عضلانیش نزده بود بیرون. الان یه مقدار شیپ عضلانیم داریم میذارم بیرون. و اینکه شلوار جینی که روش مروارید بود و ببینی اینو من و مامانم خودمون روش مرواریدش رو دوخته بودیم. اون موقع شما ورزمانی خوب نبود و اینا. کلاهه که اصلا به نظرم به این تیپه نمیاد ولی رقص و اینا خوب بود. کاش رو دو ایکس نباشه. رکسانا جون از یک تا ده بهت میدم 7. تیکتاکرشو شدی یه هو. کیچیلی میزدم، کوچیلی. پیرانم هم کیوتو با منزه است، آبی و صورتی ترکیب با حالی بود. کنم با منزه بوده کم رفتم تو حس و حال و موقع کم یه جور شدم. من کوچیک بودم، ایرانم بودم اصلا. او هندی کیا یادشونه؟ هر کی یادشه تو کامنت همی الان بگه که ما از اون موقعی که تو فاز هندی داشتی و اینا رو میرقصیدی ما از اون موقع دنبالت میکردیم. یعنی شما منو خیلی میشناسید بچه ها. یه مدت انقدر تو فاز هندی بودم، انقدر فاز هندی. ببین من کنه از بچگی عاشق فیلم هندی و آهنگ هندی بودم، هنوز که هنوز هم هستم، از این منکرش نمیشم. ولی یه مدت تو فازش بودم شدید، دنبال لباساش، دنبال قضیه هاشیه. من باید حتما به هندوستان سفر کنم، خیلی دلم میخواد ببینم چه خبره. کلا خیلی تو فاز بودم دیگه. اینم همونیه که از اون ویدئوهای تو فازم. فردا 21 سالگیم. پس تا تولد 21 سالگی اینا اصلا ایران بودم. آره امسال شهریور تولد 25 سالگی، یعنی وارد 25 سالگی میشم. پس یعنی این تقریبا 4 ساله که من استانبولم. آره دیگه، آره دیگه 4 سال، 3 سال نیمه الان. بریم خیلی دوست داشتم. فکر کنم اولین ویدیو با آهنگ ایرانی این بود، اونی که میگه توی دنیا. اون اولین ویدیو با آهنگ ایرانی نبود ولی اولین ویدیو بود که خیلی وایرال شد و پخش شد. ولی این اولین ویدیو آهنگ ایرانی بود که خیلی با استایل زردم خوشم اومد. برای اینکه موها بعد از چندین وقت چتری زده بودم و شما دیگه من اون موقع به چتری و موی قهوه‌ای و عینک میشناختین اینجوری و اینجوری و به این چیزا منو میشناختین. این ویدیو رو خیلی دوست دارم. حس مامان مامانزه به میده یاد گذشته منو میندازه. خیلی خیلی حس با حالی ماکت و رومیز. اینجا مثلا ساعت 3-4 صبح بود واسه اون تعریف کردم قضیه معماری رو. من تا صبح میشستم کار انجام میدادم، این همون موقع است. قبلترش هم این کار رو میکردم ولی خب این مثلا اون موقعیه که فیلمش هم گرفتم و واقعا میشستم تا صبح کار میکردم. این مثلا رفته بودم یه دونه روش زده بودم که میخوام ویدیو بگیرم وسط ماکتی. ماکت هم خیلی دوست داشتم، وسط ماکت بود و این ویدیو رو گرفتم. خیلی بامزه بود. دوست این ویدیو رو خیلی دوست داشتم، یعنی جزو ویدیوهای مورد علاقه هم. صورتم پر بودم.
اینجا پر بوده، الان اینجا پر نیست، ولی موقع اینجا پر بود. باهاش بودم، با مزه بودم. تو دوره خودش خوب بود دیگه. الان شاید بعضی از ویدیوها به نظرتون خنده دار باشه، چون خب سبکات مود نمیدونم هزار تا چیز تغییر کرده، ولی این میتونم بگم اوکی بودم با اون موقع. این سم خالص. با یک تیکچکر خارجی بوده دوئت کردم. خیلی خنده داره، قبول دارم خیلی خنده داره، واقعا خنده داره. اوکی میمونی اینجا تازه مثلا یاد گرفتم که عینکم رو بردارم تو ویدیوها، برادرم قشنگ‌تر بودم. جا اولین باری که باشم اینجا بینیم یکم لاغرتر شده نسبت به اون ویدیوهای قبلی که با عینک بوده. سایه صورتی که کل چشم رو گرفته فقط بانمک بود، ولی بانمک بود اینم دوست داشتم. بله زیر شکم داشتم، شکم کامل تخت نبودم، دقت کردین زیر شکم کوچولو. عینکو از اون موقع میذاشتم بالا سرم، کلا دوست داشتم به عنوان تل استفاده کنم. اینم با نمک بود. لباسمو خیلی دوست داشتم، خیلی ارزون خریده بودم، یعنی مثلا میگشتم لباس ارزون پیدا میکردم. اینم جز اون لباسا، این دیگه مثلا آخرایی بود که ایران بودم فکر کنم. کیوت بود اون لباس که تنها میداری، اون لباس یونیکورن هستی که میکشتی بالا میپوشیدی، چیز کلاه یونیکورن هم داشتیم. چرا اینم این هم با نمک بود، دلم واسه ماهی چتری و قهوه بلند تنگ شد، ولی نمی کنم دیگه هیچ وقت این کار رو دوست ندارم چون بلند بهتر. ویدیوهای بعدی که دیگه اومده بودم استانبول، موهامو از ریشه بلوند کرده بودم وحشتناک. البته اینجا موهام خوبه باز، ولی ابروهامو چرا رنگ میکردم؟ نگاه کن تو خدا. اینجا باز خوبه، خوبه خوبه، چقدر چاق بودم، بله چاق بودم، یعنی پر بودم اینجا، خیلی به نسبت پر بودم. این هم که چلنج شده بود پستش هم کرده بودم، این نمیدونم چرا تو پرایوت هم بود، گفتم واسه تو بذارم. این یکی رو ایشکی نهیده، اینو فقط خودم دیدم اون موقعی که 365 دیز تازه اومده بود. موسیمو آره دیگه، آره دیگه، همون پسر خوشگلی که کراش یه ملته، اونو گرفته بودم ولی پرایوت بود، اصلا نذاشتم نه استوری نه پست. ببین هیچ کی نیدن، شما اولین نفر هایی که میبینین. بعدی اینجا من خیلی چاق شده بودم، نگاه جونم و نگاه، یا خدا خدا خیلی پر بودم، خیلی حس بهتون میگم اگه خودتون رو توپل دوست دارین، خودتون رو پر دوست دارین، مهم اینه که خودتون رو دوست داشته باشین. این پلاس سایز هم هستن که خیلی با نمک و خوشگل، منم خیلی دوستشون دارم. من خودمو پر دوست ندارم، میدونی چی میگم؟ خودم اونجوری دوست ندارم، وگرنه هر کی خودشو هر جوری که هست میتونه دوست داشته باشه و واسه اینکه اونجوری که دلش میخواد بشه تلاش کنه. مثلا من خیلی اون موقعی که کم پر شده بودم، یکم که نه پر شده بودم خیلی، بعدش اصلا افسردگی گرفتم. من خیلی تو روحیم تاثیر میذاره، من همیشه باید حالت استیل لاغری رو داشته باشم و حفظش کنم، وگرنه خیلی تو روحیم تاثیر میذاره. بعد دیگه به خودم اومدم و رژیم گرفتم و ورزش کردم، مثلا اون موقعات که ورزش جدی، البته خیلی هم جدی نبود ولی شروع شده بود. اینجا دیگه رو به لاغری بودم، یعنی لاغر شده بودم، شخصیت های تینکربل رو رفته بودم. چرا ازی شنم آن کوکو کومیدی سارو Hey
اینم که دیگه یه چند ماه پیشه موهامو آخ دستم این پشت صحنه بود دستم خورده. امیدوارم این ویدیوهای زیرخاکی منو دوست داشته بوده باشین. همشون تو پرایوت ها یا تیک تاک هم بود که سیوشون کردم واسهتون فرستادم. امیدوارم لذت برده باشین از رکسانای اون موقع. خیلی دوستتون دارم، عاشقتونم. تا برنامه بعدی شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. حتما یادتون باشه کانال رو سابسکرایب کنین، زنگولش رو بزنین، نظراتتون هم لطفاً واسم بنویسین. خیلی واسم مهمه و میخونمشون. ماچ بهتون تا برنامه بعدی. خدافظ.